گفتگو بکنیم. من در آغاز کلام تشکر میکنم از همه عزیزانی که هم در این لحظه با ما همراهی میکنن، هم بعدتر بازنشر این گفتگو رو خواهند دید. از دوستان و اساتید گرانقدر آقای دکتر جلالی، دبیر محترم گروه حقوق خانه اندیشمندان، دوست بسیار عزیز و نازنینم آقای دکتر طهمورث بشیری، مدیر عامل انجمن حقوق شناسی، که تمهید کردن و تلاش کردن در همه این روزها برای اینکه این برنامه ها از خانه اندیشمندان پخش بشه، تشکر میکنم. و به طور ویژه از استاد عزیز آقای دکتر امینی، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. اگر برای آغاز مطلبی دارید بفرمایید تا گفتگو رو آغاز بکنیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستم. سلامت باشید. آقای دکتر، شما متولد چه روز و چه ماه و چه سالی هستید؟ من متولد 1343 هستم. میخواید ماه تولدم بگی تا با روحیات و اینها بیشتر آشنا بشیم؟ تأثیر داره، هر طور که شما تمایل دارید، اختیار دارید. من زنده باشید. ماه 43 هستم. ایشالله که زنده باشید. شما لیسانس کجا بودید آقای دکتر؟ من لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بودم. درسته. و فوق لیسانس و دکتری هم فوق لیسانس هم همون دانشگاه شهید بهشتی بودم. درسته. بعد برای ادامه تحصیل رفتم فرانسه. درسته. فوق لیسانس گرفتم و یه دکترا، برگشتم دانشگاه شهید بهشتی. زنده باشید. خب اگر مایل باشید یه اندکی در خصوص دوره تحصیلی شما صحبت بکنیم. آیا احیانا در دوره لیسانس شما استادی داشتین که به لحاظ شخصیتی متأثر از او باشید؟ بله، خدمتتون عرض کنم که من راستش موقعی که رشته حقوق رو انتخاب کردم، واقعیت اینه که من اصلا انتخاب رشته نکردم. من سربازی رو داشتم میگذروندم، کنکور شرکت کردم، پسر عموم که تهران بود برای من انتخاب رشته کرد و خودش حقوق رو زده بود. بعد به من گفت که من این رشته ها رو برات زدم. وقتی دانشگاه قبول شدم، من تازه رفتم ببینم این رشته حقوق چی هست. جامعه شناسی رو میفهمیدم، علوم سیاسی رو میفهمیدم، بقیه رشته‌های علوم انسانی رو میفهمیدم، ولی حقوق رو متوجه نمی‌شدم. تحصیلات دبیرستانم هم علوم تجربی بود. درسته. به ناگاه تصمیم گرفتم علوم انسانی شرکت کنم. دو ترم تردید داشتم تغییر رشته بدم، برم رشته جامعه شناسی. بعد ترم سوم با آیه مرحوم دکتر شهیدی آشنا شدم، حقوق مدنی 3، و تحت تاثیر مرحوم دکتر شهیدی بسیار علاقه‌مند شدم به حقوق. معمولا هم ترم های اول همون شب امتحان جزوه رو میخوندم و امتحان میدادم و خیلی ارتباط با مطالب حقوقی پیدا نمی کردم. ولی بعداً خیلی تحت تأثیرهای دکتر شهیدی قرار گرفتم و بقیه اساتیدی که به تدریج بیشتر باشون ارتباط برقرار کردم. درسته. ولی عمدتاً تحت تأثیر مرحوم دکتر شهیدی علاقه‌مند به رشته حقوق. رتبه کنکورتون چند بود آقای دکتر و در چه سالی وارد دانشگاه شهید بهشتی شدیم؟ من سال 64 اومدم دانشکده، رتبم 300 بود. زنده باشین. بعد از همکلاسی های نامدارتون که حالا امروز احیانا مثل خود شما از اساتید شاخص هستن، فردی و افرادی هستن که ما بشناسیم امروز؟ از هم دوره های خودم در دانشکده، از وکلایی به نام امروز، قضات، اساتید یا حتی سیاستمدارا؟ خوشبختانه در بین سیاستمداران زیاد در واقع از بقیه هم دوره یای ما، نه من یادم نمیاد که سیاست مدار شده باشند. از اساتید امروز چطور؟ ولی از اساتید امروز
در دوره دانشکده ما آقای دکتر سفر بیگزاده هستش که تدریس میکنند، استاد هستند. آقای دکتر جعفریان هست که در آمریکا تدریس میکنند. آقای دکتر بوزری هستش که باز در آمریکا تدریس میکنند. منتها از بین دوستان قدیمی تر من در دانشکده شما آقای دکتر همایون حبیبیه که ما از بله بله مدرسه با هم بودیم و دیگه این کسانی که الان به ذهنم میان اینا هستن که از دوره درسته. تحصیل با هم بودیم. پایان نامه ارشد با کدام استاد و در چه موضوعی بود؟ بله، پایان نامه ارشد من با آقای دکتر سید محمود کاشانی بود. عنوانش هم بود تهاتر. درسته. و چه شد که اساساً شما به فرانسه تشریف بردید؟ ببینید، من جزو اون آدمایی بودم که فقط میدونستم باید درس بخونم و خیلی نمیدونستم کار دیگه هم میشه کرد. انتخابای زیادی هم جلوی رویم نمیدیدم. بنابراین در مقطع کارشناسی درسم رو خوندم، بعد میدونستم خب به طور طبیعی باید برم کارشناسی ارشد. بعد کارشناسی ارشد خوندم، گفتم خب بعدش باید برم دکتری. این شد که وقتی کارشناسی ارشد رو خوندم، اون موقع امتحان میگرفتن، امتحان اعزام برگزار میشد برای خارج از کشور. من هم شرکت کردم چون تو هر امتحانی شرکت میکردم. بعد قبول شدم رفتم فرانسه. دوستانی که فرانسه برای ادامه تحصیل رفتن، اغلبشون در همون سالها با هم یا اعزام قبول شدیم یا درسته. بعضیشون یه سال زودتر، بعضیشون یه سال دیرتر. آی دکتر ابراهیمیان که باش یه شب دیگه گفتگو کردیم، بله، ما با هم اعزام شرکت کردیم و قبول شدیم. پس سیاست مدارا در دوره دکتری به شما رسیدن آی دکتر. آی دکتر ابراهیمیان هیچ موقع ما به عنوان سیاست مدارا شکر میکنم. همینطوره، واقعا حقوقدان شاخص و اصیل و معیاری هستن. همینطوره. بله، بلکه سیاست مدار بودن هم عیب نیست. بله قطعا. بله. همینطوره. شما در کدام دانشگاه و در کدام شهر فرانسه تشریف داشتین؟ من در دانشگاه رن فرانسه بودم. درسته. و از هم دوره ای ها، یعنی از دوستان ایرانی که در فرانسه با هم در اون شهر بودیم، آقای دکتر سیفی و آقای دکتر قاسمی حامد بودم. بله بله. و از هم دوره ایایی که در بقیه شهر بودن، تقریبا همه دوستانی که چه در دانشگاه شما، چه در دانشگاه ما، چه در دانشگاه تهران فرانسه بودن، هم دوره ای بودیم. از دوستان شما، از اساتید دانشکده شما، آقای دکتر بابایی، بله، آقای دکتر همایون حبیبی، از دانشکده خودمون هم آقای دکتر جلالی شما، درسته، و آقای دکتر یاوری. دکتر ویژه هم قاعدتا بودن دیگه. بله، آقای دکتر ویژه بعدتر آمدن. درسته. این مربوط به کدام سال هست آقای دکتر؟ ما به 1373 تا 2000 دیگه. درسته. و رساله دکتری موضوعش چی بود و اونجا با کدام استاد کار کردین؟ بله، در دانشکده رن یه استادی بود که کتاب نوشته و البته کتابی که نوشته در زمینه آیین دادرسی مدنیه، منتها از استادای خوب اون دانشکده بود، الان بازنشست شده. موضوع رساله من بود انتقال مالکیت در قراردادهای فروش. درسته. و به محض اینکه آقای دکتر مهدوی، شما مجبورید با من مصاحبه کنید که اصلا زمینه کاریتون اختیار دارید، اختیار دارید. با باعث اقبال من تعانام کنم، بسیار یاد میگیرم و حتما اتفاقا جذابه. شما به محض اینکه ایران تشریف آوردین، استخدام دانشکده حقوق شهید بهشتی بود؟ بله. یا نه یک فراینده؟ نه، من بلافاصله از همون ترم اول
چه سالی یعنی آقای دکتر؟ من 1380 از مهر ماه در دانشکده شروع کردم به تدریس. درسته. و کدام درس ها کرسی شماست آقای دکتر؟ من ابتدا درس مقدمه علم حقوق چند ترم دادم، بعد درس مدنی 3، مدنی 6، مدنی 4 و مدنی 7، کاملا حوزه حقوق مدنی. احیانا از دانشجویانتون که حالا برای شما محبوب بودن، امروز شاید جزو حالا احتمالا اساتید جوان شاخص باشن، فردی هست که بخواید نام ببرید؟ خدمتتون عرض کنم الان در دانشکده خودمون بعضی از دانشجوها مشغول شدن که اساتید بسیار خوبی هستن. آیه دکتر حقانی که اخیراً جذب دانشکده ما شده، آیه دکتر نیاز آبادی که الان تدریس میکنند، درسته، آقای دکتر نوید رهبر، اینها من در دوره تدریسم در خدمتشون بودم به یه نوعی. و از کی به معاونت پژوهشی دانشکده رفتید آقای دکتر؟ معاونت پژوهشی سالاش یادم نمیاد، ولی پارسال من دورم تموم شد و آقای دکتر یاوری شدن. همینطوره، فکر کنم سالهای زیادی در معاونت تشریف داشتید آقای دکتر، درست میگم؟ من دور و بر 7-8 سال بودم. همینطوره. احیانا دوره رکود پژوهشی دانشکده اختیار دارید، نفرمایید، اختیار دارید. احیانا از تجربه کاری این مقطع و در حقیقت موقعیت معاونت دانشکده مطلبی هست، خاطره هست بخواید مطرح بکنید؟ نه مطلب خاصی نیست. ببینید من به طور خاص اصلا کار اداری و کار اجرایی بلد نیستم و آدم این کار اختیار نیستم. من تنها کاری که بلدم اینه که برم سر کلاس و درسم رو خوب بدم، قبلش بخونم و اون چیزایی رو که میخونم به دانشجو منتقل کنم. کار اصلی من تدریس و آموزشی. منتها در اون مقطع به جهاتی این سمت رو به من دادند، تجربه کاملا متفاوتی بود، از جهتی خوب بود، یه فعالیت کاملا متفاوت با حوزه معمول کاری من بود، تجربه خیلی خوبی بود، منتها در این حال من رو از کارهای آموزشی و پژوهشی شخصی خودم خیلی دور کرد. درسته. از تجربه کانون و عرصه وکالت به همون بگید آقای دکتر، شما قبل از اینکه تشریف برید فرانسه در حقیقت آزمون کانون شرکت کردین یا نه این در حقیقت برمیگرده به دوره پسا دکترا و حضورتون در ایران؟ نه، من اولین دورهی که آزمون در کانون برگزار شد شرکت کردم قبل از رفتن. درسته. و پذیرفته شدم و بعد برای ادامه تحصیل رفتم، پروانم همین جور موند. موقعی که برگشتم کارآموزیمو شروع کردم. درسته. احیانا پرونده نامداری که حالا شاید بوده رسانه‌ای هم داشته باشه بر شما وکالتش رو عهده‌دار باشین؟ نه خیر. آقای دکتر یه سوالی همواره وجود داره و اون این هست که آیا جمع بین وکالت و کار دانشگاهی شدنی یا حداقل مطلوب هست یا نه؟ چون یک تلقی شاید وجود داشته باشه استادی که در حقیقت در امر وکالت اهتمام پیدا میکنه ممکنه با یک در حقیقت کاستی هایی نسبت به اون نقش معلمی خودش مواجه بشه، به خاطر اینکه ذهنش احتمالاً درگیر پرونده ها میشه یا به نوعی وقتی که برای حضور در جلسات رسیدگی، تدوین لوایح، مذاکره و همه آنچه که در حقیقت در پیرامون وکالت همواره وجود داره، اینها ممکنه اندکی با کار دانشگاهی و تمرکز یک عضو هیئت علمی کم بکنه. آیا به نظر شما بین وکالت و کار دانشگاهی میشه جمع کرد؟ کاملا و به نظر من راستش ضروریه.
خدمتتون عرض کنم، منتها فقط بحث میمونه به معیارهای شخص، هر شخصی که چجوری تعادلی رو بین حوزه دانشگاه و حوزه عمل خودش برقرار کنه. درسته. رشته ما رشته ایه که در واقع ما یاد میگیریم برای اینکه در حوزه اجتماع عمل بکنیم. درسته. از نظر من خیلی تفاوت عمیقی وجود داره بین کسی که صرفاً در حوزه نظر و تحقیق تو دانشگاه مطالب حقوقی را عرضه میکنه با کسی که درگیر مسائل عملی مردم و مسائل اجتماعیه. درسته. و این پیوند خوردن این دو حوزه با همدیگه خیلی موجب قنای مطالب نظری هم میشه. درسته. ببینید، من نمیخوام یه قاعده عمومی در همه زمینه‌های حقوقی مطرح کنم، در رشته حقوق خصوصی و حقوق قراردادها که من درگیرش هستم. من فکر میکنم که بدون کار عملی، حالا یا تجربه وکالتی یا تجربه قضایی، استاد نمیتونه دریافت درستی از قواعد حقوقی داشته باشه و یه تفسیر درستی از مقررات متناسب با نیازهای اجتماعی ارائه بده. و عملا و اگر به اساتید حقوق نگاه کنید در زمینه تخصصی من، اساتیدی که درگیر پرونده های عملی هستند، چه اونهایی که سابقه قضایی دارند چه اونهایی که کار وکالتی میکنن، تفسیرشون از مقررات قانونی تفسیر درستتر و مناسبتریه، واقعی تره. درسته. ببینید، آیه دکتر کاتوزیان که واقعا روحشون شاد باشه، تجربه قضایی خیلی ارزشمندی داشتند و این تجربه قضایی که داشتن قطعا توی تفسیرشون از مقررات و نگاهشون به قواعد حقوقی بسیار تأثیرگذار بود. مرحوم دکتر شهیدی که واقعا روحشون شاد، ایشون هم در کنار تدریس زیادی و واقعا نقش تأثیرگذار آموزشی که در دانشگاه داشتن، در کنارش کار عملی می‌کردن. بنابراین من تو رشته یا لااقل تو گرایش خودم این درگیری استاد دانشگاه رو با مسائل عملی ضروری میدونم. درسته. درسته. یک نگاه دیگر هم در حقیقت از بین سایر گرایش های حقوق به حقوق خصوصی وجود داره، حالا من میخوام که شما در حقیقت این نگاه رو تصحیح بکنید، که شاید اساتید حقوق خصوصی در حقیقت بیشتر درگیر مسائل در حقیقت وکالت و مسائل در حقیقت حرفه خودشون هستن و کمتر شاید اون نقش و اون در حقیقت رسالت اجتماعی خودشون رو چه در ارتباط با دانشجو چه در ارتباط با جامعه دارن. آیا این تلقی از فضای حقوق خصوصی درست آقای دکتر؟ ببینید، تلقی هایی که وجود داره رو ما دلیلی نداره که اصرار کنیم تصحیحش کنیم. درسته. آن هر چقدر هم تلاش کنم که بگم این تلقی نیست، کسی که این تلقی رو داره بر اساس یک فکت هایی به این تلقی رسیده که تلاش الان من برای دگرگون کردن دیدگاهش هیچ تأثیر نداره. درسته. ببینید، واقعیت اینه که خیلی مسائل تابعه، یعنی خیلی شخصیه و شما درسته. ممکنه بگید مثلا همینطوره. فلان شخص
دقیقاً. وقت کمی میگذاره برای دانشجوها یا دغدغه وکالتیش و یا دغدغه تأمین معاشش بیشتر از هویت دانشگاهیشه. یه شخص دیگه ای رو بگید نه اینجوری نیست، این هم ربطی به زمینه کاری نداره. یعنی مثلا ممکنه نسبت به یه استاد حقوق عمومی شما چهرهای حقوق عمومی را که تو ذهنتون الان میگذرونید و میاد بگید مثلا این تعهد دانشگاهیش بیشتره، این حوزه کار عملیش بیشتره. یا یه کسی ممکنه مثلا وکالت نکنه ولی انقدر درگیر مسائل در واقع رسانه‌ای و حاشیه‌ای و اینها هست که شما بگید، یعنی ضرورتاً وکالته نیست. متوجهم. بنابراین من مثلا از اساتید خوب دانشگاه‌ها، چه دانشگاه تهران، چه دانشگاه شهید بهشتی، چه دانشگاه علامه که با چون با بیشتر اساتید این سه تا دانشگاه ارتباط دارم نگاه میکنم، استادای حقوق خصوصی الان تو ذهنم مرور میکنم در دانشگاه تهران، شهید بهشتی و علامه، انصافا اگر نمیدونم اسم ببرم میبینید که کسان که دارن وکالت هم میکنن هویت دانشگاهی خودشون رو حفظ کردن و خیلی اساتید خیلی خوبی هستن و اینجور نیستش که کار وکالتیشون هویت دانشگاهیشون رو ازشون گرفته باشه. اتفاقا از دانشجوان که سوال کنید در مقایسه با رشته های دیگه هم که مقایسه کنید نخواهند گفت که این اساتید حقوق خصوصی مثلا کار وکالتشون باعث شده که به دانشگاه نرسند و اینها. یعنی اتفاقا اسامی رو که من الان مرور میکنم تو ذهنم میبینم که نه تعهد دانشگاهی این اساتید و استادای بنام حقوق خصوصی هستن در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه کار وکالت هم میکنن ولی کار اصلشون کار دانشگاهی موفق هم هستن، دانشجوها هم ازشون راضی هستن. درسته. ولی اون مشکلی که میگید اختصاص به حقوق خصوصی نداره. اتفاقا ممکنه مثلا یه کسی فرض کنید همه داد و بیدادش هم سر مسائل اجتماعی باشه ولی خب در این حال وقت برای دانشگاه و بله. برای دانشگاه نگذاره. دقیقا همینطوره. یعنی اینا رفتارهای شخصی هر انسان. درسته. این هویت و رشته نیستش که. همینطوره. درسته. آدیو که شما در بین همکاران حالا دانشکده یا در یک مقیاس بزرگتر بین حقوقی ها با کدامی که از اساتیدی که حالا احتمالاً ما و مخاطبینمون میشناسن ارتباط رفیقانه و دوستانه ای دارید؟ من به نظرم خیلی رفیق دارم در دانشگاه ها. آخه وقتی آدم اسم میاره بعضی از اسامی از ذهنش میگذره و بعد آدم خودش رو مؤاخذه میکنه که من اینا گفتم اینا یادم رفت. ولی من با دوستان خصوصی هر سه دانشگاهی که اسم بردم با همشون ارتباط دارم و ارتباط خیلی خوب. و ببینید واقعیت اینه که خوشبختانه یه تحولی که در کشور رخ داده اساتید خوب توزیع شدن در دانشگاه ها. یعنی دیگه اصلا این یعنی خیلی دانشجو از من موقعی که میخوان اینایی که کنکور شرکت میکنن برای مقطع کارشناسی از من نظر میپرسن که خب کدوم دانشگاه ما بزنیم به عنوان انتخاب اولمون، این دانشگاه چجوری. من اصلا وارد سالهای سال دیگه وارد این تله دانشگاه تهران و شهید بهشتی و علامه نمیشم و به نظرم دیگه بی‌معنا شده. واقعیت اینه که در هر سه این دانشگاه و دانشگاه شهرستان و الان در دانشگاه های آزاد، در دانشگاه های شهرستان ها اساتید بسیار بسیار عالی و خوبی داریم که واقعا شانس اون دانشگاه هاست که چنین افرادی به عنوان استاد دارن درش تدریس میکنن. واقعیت اینه که
من به دانشجو میگم هر درس رو ببینید کی بیشتر بهتر تدریس میکنه. ممکنه اون شخص در تهران باشه، در شهید بهشتی باشه، در علامه باشه. درسته. واقعا الان اساتید توزیع شدن بین دانشگاه ها و واقعیت اینه که هر کدوم از ما با توجه به تخصصی شدن و خیلی جزئی شدن علم حقوق در یه زمینه های وارد هستیم. در اون زمینه‌ای که مثلا فرض بفرمایید من تحصیل کردم، تحقیق کردم، تو این اون زمینه ممکنه یه حرفایی برای گفتن داشته باشم. درسته. یه استاد دیگه توی زمینه دیگه، در سابق اینجوری نبود، در سابق همینطور. مثلا یه استاد که میدیدید خیلی وسیع بود و تعداد اساتید به نام و خیلی خوب هم کم بود. بنابراین فرض بفرمایید که در حوزه حقوق مدنی ما حالا ممکنه من یادم بره، باز آدم توی این گفتگوها همیشه یه خطاها و یه خبتهایی میکنه که بعد میده که، ولی خب با مسامحه بینید آقای دکتر کاتوزیان بود در دانشگاه تهران، آقای دکتر شهیدی بود در دانشگاه شهید بهشتی و استاد بزرگ ما آقای دکتر صفایی بود. الان خب دانشجوهای این بزرگواران خیلی پراکنده هستن. الان من یادم مثلا آقای دکتر کاتوزیان اسامی دانشجوهای خوبشون رو که اسم می‌بردم، الان بعضیشون دانشگاه تهرانن، بعضیشون دانشگاه آزاد هستن و دارن تدریس میکنن. دانشگاه آزاد الان در بعضی از زمینه‌ها استادای خیلی خوبی داره. یعنی واقعا من بعضی موقع میشینم در این جلسات دفاع ها، پایان نامه ها یا کارهای علمی که میشه، واقعا بسیار بسیار خوب. حتی ممکنه مثلا یه استادی داشته باشن که از نظر من خیلی قوی تر از بعضی چهره های دیگه باشه. در دانشگاه تهران استادای خیلی خوب هستن، شهید بهشتی خیلی خوب هستن. الان او خصوصی ها رو اگه من، یعنی در واقع شما اگر آقای دکتر شهیدی و دکتر کاتوزیان و آقای دکتر صفایی رو کنار هم بگذارید، هر کدومشون در 15 تا دانشجوی خیلی خوب داشته باشن، میبینید تو تمام کشور توزیع شدن و در واقع شاخ و برگای این سه بزرگوار هست که تو کشور. پس رفقای شما هم از بین در هم نسلی های شما و شاگردان حضرات دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی و دکتر صفایی هستن؟ بله دقیقاً. درسته. یک ایده دیگری هم آقای دکتر وجود داره در خصوص حالا به یک تعبیر مثبت فراگیر شدن آموزش عالی، خصوصا در تحصیلات تکمیلی، و با یک دید نقادانه عوامانه شدن و توده ای شدن همین حال دانشگاه آزادی که بعضی واحدهاش رو شما به درستی اشاره فرمودید که اساتید نامدار و دانش آموختگان شاخصی ازش بیرون آمده، اما ما امروز در حقیقت در هر کوی و برزنی بعضا با مؤسسات آموزش عالی مواجه هستیم که نام حالا دانشگاه رو هم به نوعی یدک میکشن و با موج در حقیقت فوران و انفجار دانش آموختگان حوزه‌های مختلف حقوق، شما با اون تعبیر فراگیر شدن آموزش عالی یا با اون تعبیر نقادانه توده‌ای و عوامانه شدن هم بری دارید؟ ببین من خیلی اهل تئوری پردازی و اینها نیستم، سعیم میکنم از تا حد ممکن از یه دریافت‌های خیلی گسترده که خیلی آدم تمایل به این داره قاعده سازی بکنه و دست خودش رو ببنده، چون بعد اسیر این قاعده هایی میشه که هی به طور کلی یه حکمی رو وضع میکنه و اینها. ببینید من خیلی عملی نگاه میکنم. خب گسترش به این نحو در واقع آموزش مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری از نظر من به این نحوی که من میبینم نه تنها به گسترش علم کمک نکرده که به نابودی علم در واقع منتهی شده. من و جای تأسف واقعا داره، یعنی
چون در این اختبار اعضای هیئت علمی در بعضی جاها آدم میره واقعا یا سطح آموزشی که در بعضی از جاها آدم میبینه این خیلی وضعیت خطرناکیه و این توهم دانستن و توهم در واقع مدرک داشتن، کارشناس ارشد بودن، دکتر بودن، این در واقع پایه های نظام اجتماعی ما را کاملا دگرگون کرده. درست. این خیلی به نظرم وضعیت خطرناکیه. اگر منظورتون اینه، من همینطوره. همینطوره. آقای دکتر، از تجربه غرب به ما بگید کیفیت در حقیقت آموزش حقوق در فرانسه. آیا آنچه که شما به حال دو مقطع رو در ایران تحصیل کردید، فرمودید یک فوق لیسانس جدید و خب دکترا هم از فرانسه، آیا تفاوتی بین نظام آموزشی حقوق در ایران و فرانسه وجود داشت یا کماکان داره؟ ببینید، تو عرصه حقوق که تو رشته که من درس خوندم و تدریس میکنم، ما کاملا تحت تاثیر داده های حقوق فرانسه بودیم دیگه. اگر نوشته های بزرگان حقوقی خودمون رو نگاه کنید، قواعد حقوقی ایران در واقع از یه همزیستی قواعد سنتی فقهی خودمون و داده های حقوق فرانسه شکل گرفته. تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر حقوق ایران صرفا یه تاثیرگذاری شکلی نبوده. من میبینم که درسته بعضی ها در واقع تقلیل میدن تأثیر حقوق فرانسه رو در نظام حقوق ایران به یه تأثیر شکلی، انگار که مثلا فرض بفرمایید فلان قانون مدنی ایران رو فقط نویسندگان قانون مدنی از فرانسه گرفتن. نه، تأثیر پذیر ما از حقوق فرانسه خیلی عمیق‌تر از اینها بوده در واقع. و من همیشه میگم واقعا تلاشی که در زمان نگارش قانون مدنی ایران شده خیلی آموزنده است برای ما. شما توجه بفرمایید در مثلا سال 1307 نشستن یه اندیشمندان حوزه حقوقی تلفیق خیلی جالبی رو بین قواعد سنتی تاریخی و که در واقع مربوط به خودمون بوده با داده های حقوق مدرن در اون مقطع که خب حقوق فرانسه بوده و خیلی از کشورها، فقط هم ما نبودیم که بله به سمت الگو برداری از حقوق فرانسه دست زدیم. خیلی از کشورها، بخش قابل توجه از کشورهای اروپایی تحت تاثیر حقوق فرانسه و قانون مدنی فرانسه قوانینشون رو نوشتن. بسیاری از کشورهای حقوق در واقع کشورهای مسلمان تحت تاثیر حقوق فرانسه بودن، حوزه مصر، لبنان، عراق و اینها. و ما هم در اون مقطع دلیل این که البته انتخاب حقوق فرانسه برای کشور ما ضرورتا یه انتخاب آگاهانه نبوده. الان بعضی از اساتید شما احتمالا سر کلاس ها شنیدید که چرا مثلا حقوق فرانسه رو انتخاب کردم. حتی من شنیدم بعضی از اساتید حقوق میگن اصلا این انتخاب باعث در واقع انسداد چیز شده در نظام حقوقی ما. نه، بحث های مختلفی هست، ولی به هر حال یه تصادف تاریخی بوده، یه انتخاب بوده، هرچه که بوده در موردش بحث های زیادی وجود داره، ولی به هر حال ما تحت تاثیر حقوق فرانسه بودیم. کافیه به کتاب آقای دکتر کاتوزیان، آقای دکتر صفایی و آقای دکتر شهیدی مراجعه کنید و مطالب رو ببینید، مقایسه کنید با نوشته های حقوق فرانسه. میزان تأثیر پذیری حقوق ایران از حقوق فرانسه رو خواهید دید. خیلی تأثیر عمیقیه. به همین خاطر داده هایی که ما در ایران داشتیم به ما تا حد زیادی به بستر و زمینه رو از قبل داده برای اینکه
در همون در حقوق فرانسه هم همون ها رو بشنویم و یاد بگیریم. منتها تفاوت اصلی که یعنی اگر شما از من بپرسید بزرگترین چیزی که برای شما داشت تحصیل در فرانسه، من بیش از این که به داده های حقوق تکیه کنم بر دو چیز تکیه می کنم. یک این که برای هر کسی که در یه محدوده جغرافیایی خاصی زندگی می کنه، هر جا که باشه، شکستن این پوسته و رفتن به یک فضای کاملا متفاوت، این پر از تجربه سودمندیه که برای شخص وجود داره. اصلا این حلقه هایی که در هر مقطع زندگی آدم پیرامون خودش میزنه و درون یه پوسته هایی که خود ساخته هست یا نه براش ساخته شده به جهت جبری که در اونجا به دنیا آمده، نمیدونم زندگی کرده، محیطی که بوده، اصلا از این فضا خارج شدن و تجربه کردن محیطهای دیگه، این تأثیر عمیقی رو روی زندگی انسان خواهد گذاشت و خیلی تجربه لازم و به نظرم ضروریه برای هر کسی. حتی مثلا داخل فرض بفرمایید، فقط هم این با خارج رفتن نیست، این هم خیلی من تأکید میکنم. ببینید الزاماً هر کس هم که میره خارج دلیل بر این نمیشه که حتما از این تجربه استفاده کنه. ببینید من بعضی از دوستان خودمون در اینجا هستن که برای ادامه تحصیل خارج نرفتن، ولی شاید بیش از هر خارج رفته ای از دانش که در دنیا وجود داره و در جریان داره استفاده کردن. خود آقای دکتر کاتوزیان که تحول عظیمی رو در نگاه حقوقی در حقوق ایران ایجاد کرد، بیس تحصیلات و دانشش در داخل بوده، ولی میبینیم که بیش در مقایسه با خیلی از خارج رفته ها در تحول حقوقی در حقوق ایران تأثیر داشته. درسته. الان بخشی از دانشجوهای شاگردای آقای دکتر کاتوزیان که الان جزو اساتید به نام و بسیار عالی واقعا درجه یک دانشگاه تهران هستند، اغلبشون تحصیلاتشون داخل کشور بوده، ولی من خودم بعضی موقع دنبال منبع حقوقی میگردم، جدیدترین مطالب رو میخوام، از همین دوستان میگیرم و در اختیارم میذارم و وقتی با هم میشینیم بحث میکنیم میبینم که اطلاعاتشون به روزتر از خود منه. بنابراین مقایسه دانشه نیست، دانشه رو آدم میتونه اینجا باشه و به دست بیاره. در این حال رفتنم الزاماً اون تجربه انسانی غنابخشم به دست نمیاره. درست. من ممکنه مثلا برم خارج از کشور، اونجا هم داخل آپارتمانم باشم، اینجا هم نرم، هیچ ارتباطی رم با در واقع نهادهای واقعی و زنده اونجا برقرار نکنم. ممکنه یک کسی الان اینجا باشه ولی با این وسایل ارتباطی که وجود داره خیلی بیشتر استفاده کنه. ولی در کل شکستن این چارچوب ها و رفتن، تجربه کردن، دیدن یه زندگی متفاوت با معیارهای متفاوت با برخوردهای متفاوت، این بزرگترین دستاورد هست. به لحاظ علمی به نظرم تفاوت عمده‌ای که یعنی درس عمده‌ای که لااقل برای من داشت، تفاوت در منطق و استدلال حقوقیه، چیزی که من اونجا یاد گرفتم. بنابراین نوع نگاه من واقعا به قواعد حقوقی کاملا متفاوت شد. اینو یه خود بیشتر توضیح میدید آقای دکتر، یعنی چی تفاوت در استدلال و منطق؟ ببینید این که واقعا آدم از حقوق چه انتظاری داره و یه قاعده حقوقی رو باید چجوری بهش یه قاعده حقوقی چجوری شکل میگیره و در شکل گیریش چه چیزهایی مؤثره
و بنابراین در تفسیر قاعده حقوقی آدم باید به چه چیزهایی توجه کنه؟ اینکه باید به بستر تاریخی شکل‌گیری قاعده حقوقی توجه داشته باشه حتما، اینکه به در واقع زمینه‌های اقتصادی شکل‌گیری قاعده حقوقی، نیازهایی که منجر شده اون قاعده شکل بگیره، و بنابراین در تفسیر حقوق شما باید قاعده رو جوری تفسیر کنی که با توجه به این بسترهایی که تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فضایی که درش قاعده شکل گرفته، و بعد در مقام تفسیر جوری تفسیر کنی که در واقع با اون نیازهای زمان تفسیر جامعت سازگار باشه، قاعده رو جوری تفسیر کنی که به نتیجه مناسبتری در جامعه برسه، نیازهاتو بهتر تأمین بکنه. اینها درسته. به نظرم یه متد اصلا منطق فکری آدم رو خیلی دگرگون میکنه، یعنی یه نوع رویکرد اجتماعی به حقوق. دقیقا به همین خاطر معمولا اینجوریه که من مثلا میبینم دوستانی که واقعا خارج از کشور از فرصت استفاده کردن و کار کردن، نوع نگاهشون به مسائل حقوقی یک کمی قالب شکنانه تره، یک کمی متفاوت تره، نه ضرورتا نه، ولی معمولا چنینه. درسته. بنابراین بیشترین دستاوردی که برای تحصیل در اونور هست اینه که من به نظرم بیشتر دوستانی که خارج تحصیل کردن، حالا صرف نظر از کشوری که درش بودن، نوع نگاهشون به مسائل حقوقی و تفسیرشون و نوع در واقع عمل حقوقیشون انگار متفاوت تر شده. البته خیلی از دوستان هستن که من میبینم در همینجا تحصیل کردن ولی به همین دستاوردها رسیدن. همینطوره. خب یه مقدارم سوالات متفاوت‌تر بپرسیم. آدیو شما اهل موزیک هم هستید؟ اهل موزیک به نظرم کسی نیستش که اهل موزیک نباشه. تو ماشین مثلا چی گوش میدید بیشتر آقای دکتر؟ به شما عرض کنم که ببینید چون من دیدم که این سوال رو از بقیه یکی آی دکتر ابراهیمیان من نگاه کردم این سوال کردید. میخوام بگیم که حقوقی ها تکبودی نیستن، حقوقی ها در حال موسیقی گوش میدن، سینما میرن، تئاتر میرن. بعد من خودم یه چنین تلقی داشتم، همیشه میترسیدم از این که ببینید فیلم هایی که در مورد آدم های حقوقی هست در دنیا ساخته میشه، یه آدم مثلا فسیل خوی انبوه کتاب هایی که از اون بر نگاه میکنه، همینطوره، بدون توجه به چیزش چکشی در میاره، فقط یه حکم قاطعی علیه افراد صادر میکنه، هیچ احساسی نداره دیگه. ببینید همه دنیا متحول شده و دیگه به نظرم از این فضاها ما خیلی دور شدیم. من الان نگاه میکنم از بین قضات، وکلا، اساتید دانشگاه، اگه شما به من بگی یه کسی رو اسم ببر که با این با موزیک ارتباطی نداره، با نمیدونم احساسات ارتباطی نداره، با طبیعت ارتباطی نداره، من نمیتونم از بین اساتید دانشگاه های خودمون یه نفر رو بگم این اصلا با موزیک هیچ ارتباطی نداره. همینطور. آی دکتر ابراهیمیان ازش سوال کردید، گفت من قرآن گوش میدم. خب قرآن ها با صوت گوش میده و نیاز روحی در واقع به چیز به یه نوای دقیقا دلنواز در واقع تعالی بخش رو از این طریق تأمین میکنه. یه کس دیگه ای ممکنه با یه چیز دیگه ارتباط برقرار کنه، با یه صدای خوش دیگه ارتباط. حالا خواننده محبوب آقای دکتر امینی کیه آقای دکتر؟ ما هم همین جوری هر چی باشه گوش میدیم دیگه. حالات آدم، ببینید حالات آدم خیلی متغیره. درسته. همینطوره. یه موقع شما مثلا
یه کتاب رو میخونید، یه نویسنده رو میخونید، بعد میگید این اون نویسنده ایه که دیگه منو سر حال میاره و همون حرفای منو میزنه. یه موقع دیگه ازش خسته میشید، یه نویسنده یه کتاب دیگه باز میکنید. طبیعت انسان یه طبیعت متغیر و خوشبختانه در واقع متغیریه. یه موقع شما با هوای آفتابی حال میکنید، یه موقع با هوای ابری، یه موقع درسته از دریا لذت میبرید، یه موقع از کوه، یه موقع از کبیر. پس شما همه موسیقی ها رو گوش میکنید آقای دکتر؟ من هرچی گیرم بیاد گوش میکنم. ایشالله که برقرار باشید. گفتگو بسیار لذت بخشی بود، من بسیار یاد گرفتم، ابعاد دیگری از شخصیت ارزنده شما رو آشنا شدیم. اگر شما نکته ای، مطلبی، هر آنچه که مورد نظرتون هست در خاتمه بفرمایید، ما در خدمتیم. نه خواهش میکنم، من آرزوی موفقیت برای شما دارم. زنده باشید. تلاش خیلی خوبی رو انجام میدید واقعا در حوزه حقوق، کارتون کار تاثیرگذار و مثبتیه. آرزوی توفیق براتون دارید. زنده باشید. من از شما دکتر سیمانه ممنونم، از وقتی که اختصاص دادید، از همه مخاطبینی که در برنامه‌های بعد از افطار خانه اندیشمندان و انجمن حقوق‌شناسی ما رو همراهی کردن. سیمانه تشکر می‌کنم. همونطور که آقای دکتر فرمودن، واقعا یک گامی بود برای اینکه بتونیم یک گپ و گفتی داشته باشیم، یک زاویه دیگری از اساتید شاخص حقوقی رو ببینیم و بشناسیم. بازخوردهایی که در این چند هفته داشتیم بسیار مثبت بوده. حالا یک تعدادی از عزیزان لایو رو همزمان با ما تماشا میکنن، بیشتر از اون در بازنشرها در حقیقت این گفتگوها دیده میشه. من باز هم در پایان از سه عزیز بزرگوار تشکر میکنم، از آقای دکتر قاسمی مدیر عامل خانه اندیشمندان، استاد عزیزم آقای دکتر جلالی عضو محترم هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و البته دبیر گروه حقوق خانه اندیشمندان، و دوست بسیار نازنین و دوست داشتنیم آقای دکتر بشیریه مدیر عامل محترم انجمن حقوق شناسی، و همه عزیزانی که حالا شاید حساب ظاهر این گونه باشه که بنده مقابل یک استادی می نشینم و یک گفتگو ساده است، اما از طراحی پوستر تا تمام ملاحظات فنی که می بایستی برقرار بشه، واقعا یک تیمی ما را همراهی کردن، چه در خانه اندیشمندان چه در انجمن حقوق شناسی. من از همه تشکر می کنم و همه دوستان و مخاطبینمون رو به خدای متعال می سپارم. آقای دکتر شاید شما بخیر باشه. سلامت بشید. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید.